بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بچه ها اگه موافق هستین یه چند تا جمله تأکیدی اول کلاس بگیم و شما دستتون رو بذارید رو قلبتون. این جملات تأکیدی رو بچه ها از ته دلتون تکرار بکنید که درس رو با هم دیگه شروع کنیم. بچه ها همه با هم دیگه تکرار کنید. به لطف خدا هر روز سرعتم و دقتم و یادگیریم و حافظم بهتر و بهتر میشه. بچه ها همه تکرار کنید. به لطف خدا هر روز سرعتم، دقتم، حافظم و یادگیریم بهتر و بهتر میشه. در وجود من عظمت و شکوه نهفته است. من برای کسب افتخار و موفقیت به این دنیا آمدم. من لایق رشته‌ای هستم که عاشقش هستم. بچه ها خیلی مهمه که خودتون لایق، اگه مثلا پزشکی میخوای، اگه دندان دارو یا هر رشته دیگه میخوای، خودتو لایق اون رشته بدونی. بگی آقا من لایقش هستم، من بنده خدا هستم، این رشته رو دوست دارم، خدا استعداد رسیدن به این رشته رو به من داده، من حتما تسلیم خدا میشم، توکل میکنم، درسامو میخونم و انشالله به اون رشته میرسم. خب اگه بچه ها حس حالتون بهتر و بهتر شد، عدد 5 رو بفرستید، میخوایم درس رو با هم دیگه شروع کنیم. مرسی، مرسی بچه ها. و خیلی ممنون که بچه ها مثل هر جلسه همکاری میکنید. وقتی من سوال میپرسم همه میان تو چت و جواب میدید. خب بچه ها آن چیزی که جلسه قبل گفتیم و یه مرور بکنیم. هر وقت بچه ها در یک سوالی علامت کوچکتر بزرگتر دیدین، بچه ها علامت کوچکتر بزرگتر، به این سوالات میگن سوالات نامعادله. بعد بچه ها سوالات نامعادله دو روش داره. یکی روش حل تشریعی که بچه ها جلسه قبل گفتیم حل تشریعی باید حتما بچه ها همه رو ببرید یک طرف، درست شد؟ مخرج مشترک بگیرید، ریشه ها رو در بیارید، ریشه ها رو بذارید داخل یک جدول و بعد علامت ها رو بگید. بچه ها خلاصه حلی آنچه که جلسه قبل گفتم اینه که نگران نباشین این جلسه باز هم از روش های تشریحی میریم. اما دو بچه ها روش های تستیه که روش های تستی دو دست هست بچه ها. یکی روش کرانیابی و یکی روش ردگزینه بازه. خب الان بچه ها میخوام این دوتا رو به صورت کامل بهتون توضیح بدم. بچه ها دقت کنید روش کرانیابی چیه؟ دقت کنید. بچه ها معمولا اگه دقت کنید کنکور سال 99 خارج از کشور اومده یه نامعادله داده بین دوتا عدد. مثلا گفته آقا این نامعادله رو حل کنید. بعد اگه دقت بکنید بچه ها خود 99 داخل هم همین جوریه. یه عبارت بین یک و سه گفته این حلش کنید. بعد بچه ها میریم جلوتر، کنکور 98 هم دقیقا همینه، یه عبارت بین دو تا عدده بین یک و سه گفته این نامعادله رو حل کنید. خب و فکر میکنم بچه ها کنکور اینجا هم هست، نیا کنید قلمچی 98 هم همینطوریه. خب حالا نیا کنید بچه ها من این روش استثنایی رو بهتون یاد بدم. بچه ها این روش استثنایی که بهش میگن روش کرانیابی چطوریه؟ دقت کن همه حواسا با من، حواسا با من. خب بچه ها روش کرانیابی چی میگه؟ میگه هرچی نامعادله دیدی به معادله تبدیل کن. خب بچه ها نگاه کنید یعنی چی؟ یعنی بچه ها الان شما بیاین بگید منهای یک مساوی این عبارته، دو ایکس منهای یک به ایکس به اضافه یک. بچه ها اگه دقت کنید من اومدم این علامت کمتر رو به مساوی تبدیل کردم، اون برم همین. بچه ها باز دوباره این علامت رو به مساوی تبدیل میکنم، میگم 2x منهای 1 به x به اضافه 1 مساویه با چند بچه ها؟ مساوی با 3. خب بچه هایی که تا اینجا فهمیدن من چیکار کردم، کوچکتر بزرگتر رو به مساوی تبدیل کردم. عدد 1 رو بفرستن، عدد 1. مرسی مرسی. خب حالا بچه ها من این طرف وسطین میکنم، همه دقت کنید. طرف وسطین، اگه طرف وسطین کنم میشه منهای x منهای 1 برابر با 2x منهای 1. خب بعد بچه ها منهای 1 ها اگه بخوره از طرفین، منهای 1 ها بخوره در میاد x برابر با 0. خب این در اومد. خب
حالا دانش آموزای گل من بگین تو کدوم یک از گزینه ها شما عدد صفر رو تو گزینه میبینید؟ لطفا بگید. نکنید یکی تو گزینه یک دارید عدد صفر رو میبینید؟ بچه دیگه تو کدوم گزینه؟ همه بگین باریکلا باریکلا فرهاد. دیگه تو گزینه سه. بچه ها اگه دقت کنید من الان مطمئن شدم که گزینه دو و گزینه چهار غلطه. گزینه ای درسته که توی کرانهاش عدد صفر رویت بشه. تا اینجا فهمیدیم گزینه یک بسه. خب حالا بریم بچه ها بعدی رو حل کنیم. دوباره طرف وسط این کنیم، سه رو ضرب کنیم میشه سه ایکس به اضافه سه برابر با دو ایکس منهای یک. بعد از اینجا ایکس به دست میاد، ایکس به دست میاد، چند؟ منفی چهار. خب حالا بچه ها بگین کدوم یک از گزینه های یک و سه منفی چهار هم تو کراناش هست؟ باریکلا گزینه سه. بچه ها نگاه کنید گزینه سه رو نگاه کنید، اگه دقت کنید یه عدد منفی چهار دارید اینجا میبینید، یه عدد صفر دارید میبینید. دقیقا همین دوتا عددی که من اینجا در آوردم، یعنی اینجا من بین گزینه یک یا سه گیر کردم اما الان مطمئن شدم گزینه سه. بچه ها این روش روش فوق‌العاده‌ایه که کنکور 98 و کنکور 99 رو ما با این روش حل کردیم. برای که بچه ها بدونید این روش چقدر بی‌نظیره، اینجا نگاه کنید. بچه ها من اینجا اومدم این کمتر رو تبدیل کردم به مساوی. بعد اینجا هم بچه ها این باز کمتر رو تبدیل کردم به مساوی. بالایی رو حل کردم x در اومده 2. پایینی رو حل کردم x در اومده 4 پنجم یا 8 دهم. بچه ها شما بگین تو کدوم یک از گزینه ها عدد دو و عدد هشت دهم رویت میشه؟ بچه ها کدوم گزینه؟ گزینه چهار. همه نگاه کنید عدد دو و عدد هشت دهم. بعد اینا بچه ها چون تکراریه دیگه من حل شده گذاشتم واسه خونتون. خب نگاه کن کنکور سراسری 99 اینا تستای علکی نیستا، تستای واقعی کنکوره که من دارم با این روش های بی نظیر براتون حل میکنم. یا بچه ها این سوال هم نگاه کنید، این سوال همه نگاه کنید کنکور 98، همه دقت کنید کنکور 98. بچه ها من اومدم اینا رو تبدیل کردم به مساوی. یه بار مساوی یک گفتم، ببین یه بار مساوی سه گفتم. بعد رفتم از بالایی طرف این وسط این کردم در اومده 4، از پایینی طرف این وسط این کردم در اومده منفی 6. بچه ها کدوم گزینه عدد 4 و منفی 6 رو با هم داره؟ ببین منو، ببین عدد 4 و عدد منفی 6. اما گزینه های دیگه نگاه کنی نمیشه، اینجا فقط 4 رو داره، اینجا فقط منفی 6 رو داره. بعد اینجا داره چی میگن؟ بعد بگی داداش اشتباه داری میزنیم، اینجا منهای 4 و 6 رو داره. غلطه بچه ها، 4 و منفی 6 رو داره. بعد بچه ها بعضی ها میگن استاد از این روش کرانیابی کجاها ما بریم خوبه؟ بچه ها من پیشنهاد میکنم از روش کرانیابی برای نامعادلاتی که به این فرمن. بچه ها یعنی یه عبارتی بین دو تا عدده از روش کرانیابی بریم. آقای شاکریان برای نامعادلات دیگه هم از روش کرانیابی میتونیم بریم؟ پاسخ بله. اما بچه ها یه نکته میگم همه دقت کنید. بچه ها روش کرانیابی برای مثلا 20-30% تستا خیلی خوبه، اما اون روشی که بچه ها برای همه تستا جواب میده روش رد گزینه بازه است. بچه ها دقت کنید، برای تقریبا میشه گفت 90% تستای کنکور سراسری شما از این روش رد گزینه بازه میتونید برید. بچه ها به شدت این مهمه، به شدت، یعنی شما حداقل 3 تا تست کنکورتون رو بچه ها میتونید از روش رد گزینه بازه برید. بچه هایی که آمادن این روش بی نظیر رو یاد بگیرن بگن آمادم، تایپ کنید آمادم. بچه ها 10% کنکورت ها 3 تا تست کنکورته. باریکلا. خب حالا همه گوش کنید، همه گوش کنید، همه با دقت گوش کنید. توی اون جلسه ای که بچه ها من در واقع اون جلسات رایگان بود اینو یه اشاره کردم، اما میخوام دوباره از اول بگم. فرض رو بر این بذاریم خیلی ها اون جلسه رو نبودن، میخوام از اول بگم. بچه ها نکنید یه دونه نامعادله داریم در آزمون قلمچی سال 98. گزینه یک اومده گفته از 0 تا 1، بچه ها نکنید 0 بسته تا 1. گزینه دو گفته منفی بی نهایت تا 0. گزینه 3 گفته منفی 2 باز تا 0 بسته. گزینه 4 هم دو تیکه است، یکی گفته تا 0 و بعد از 1 به بعد.
بچه ها اولین کاری که ما انجام میدیم اینه که میایم گزینه ها رو رسم میکنیم. خب حالا بچه ها دقت کنید، این تکنیک تکنیک بی نظیره ها. دقت کنید، ما اول دنبال دو تا نقطه توپر میگردیم. خب همه گوش کنید منظور من چیه، همه گوش کنید بچه ها. الان من ازتون یه تست میگیرم، اونایی که اون جلسه رایگان نبودن جواب بدن. بچه ها الان عدد دو، عدد دو تو چند تا از این گزینه ها هست؟ همه جواب بدین تو چند تا از گزینه ها هست؟ تو یک گزینه. خب عدد یک چی؟ عدد یک چی؟ ببینم کی جواب میده. اشتباه 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 اشتباه. بچه ها عدد یک تو هیچ گزینه ای نیست. اگه دقت کنید بچه ها اینجا یک بازه، اینجا هم یک بازه، یک تو هیچ گزینه ای نیست. عدد صفر تو چند تاست؟ عدد صفر تو چند تا گزینه است؟ توی چهار تا گزینه. خب حالا بچه ها نکته اینجاست، ما باید عددی پیدا کنیم که فقط توی دو تا گزینه باشه. بچه ها مثلا چه عددی؟ مثلا عدد منهای سه، نگاه کن منهای سه، نگاه کن عدد منهای سه برای رد گزینه خیلی عدد خوبیه، چون عدد منهای سه تو دو تا گزینه است. حتی خود منهای دو هم میتونستم بدم بچه ها. حالا من منهای سه دادم. خب حالا دقت کنید همتون، همه دقت کنید، اینا من پاک میکنم. بچه ها اولین کاری که میکنید این منهای سه رو نقطه میزنید، برای همین اصطلاحا میگیم دو تا نقطه توپر. اگه دقت کنید بچه ها منهای سه الان نکنید دو تا نقطه توپره. حالا بچه ها برید منهای سه رو به این نامعادله بدین ببینید چی میشه. میشه منفی سه کوچکتر مساوی اون ورش یک. بچه ها منفی سه به توان دو میشه نو، منفی سه منهای یک میشه منهای چار، میشه منهای نو چارم. خب بچه ها اگه دقت بکنید، اگه دقت بکنید الان بچه ها منهای نه چارم منهای هشت چارم میشه منهای دو. این تقریبا بچه ها منهای دو خورده ایه. خب حالا بچه ها به من بگین آیا منهای دو و بیست و پنصدم بین منهای سه و یکه؟ این درسته یا غلطه؟ یک کلام بگین درسته یا غلطه؟ یک کلمه درسته. بچه ها پس عدد منهای سه رو که من دادم درست شد. بعد بچه ها سری میرید جای نقطه های توپرتون مینویسین درست. یعنی بچه ها این دوتا گزینه درستن. چرا؟ چون من یه عدد منهای سه برداشتم و گذاشتم توی نامعادله، دیدم نامعادله درسته. منهای سه بچه ها بزرگتر میشه میشه منهای دو و بیست پنج صدم، بزرگتر میشه میشه یک. خب همین الان بچه ها فهمیدم که گزینه یک رده، گزینه سم رده، یعنی جواب رفت تو این دوتا گزینه، یا این گزینه جوابه یا این گزینه جوابه. خب حالا که بچه ها دو تا گزینه رد شد، این دفعه دنبال یک نقطه توپر میگردین. خب حالا دانش آموزای گل من جواب بدین، بین این دوتا گزینه یه عدد بگین که فقط تو یک گزینه هست، یعنی یک نقطه توپر هست. مثلا بچه ها مثلا میتونیم بگیم دو، میتونیم بگیم سه، میتونیم بگیم چار، میتونیم بگیم پنج. بچه ها اگه دقت کنید عدد دو الان فقط توی بین این دوتا گزینه که من زرد کردم فقط تو گزینه چاره، اینجا نیست. میبینید اینجا عدد دو نیست. خیلی خوب، من این دفعه بچه ها عدد دو رو انتخاب میکنم. حالا بچه ها اگر عدد دو درست شد، کنار این نقطه پررنگه میگم درست، جواب میشه گزینه چار. بچه ها اگر عدد دو غلط شد باید کنارش غین بزنم، یعنی گزینه چهار رد میشه و بعد گزینه دو میمونه. خب بالاخره چه درست بشه چه غلط ما به جواب درست میرسیم. خب حالا نکنید عدد دو رو بدیم. بچه ها عدد دو رو بدیم میشه دو کوچکتر مساویه چند؟ چهار کوچکتر از یک. خب دانش آموزای گل من بگید این رابطه درسته الان به نظر شما؟ عدد چهار بین دو و یکه؟ نه. بچه ها درسته یا غلط این رابطه؟ درست یا غلط؟ غلطه. خب به محضی که بچه ها دیدین غلط شد، میرید میگید همونطوری که عدد منهای سه گفتین درسته، الان باید بگید عدد دو غلطه. بچه ها پس این گزینه غلطه. خب بالاخره گزینه چهار هم رد شد و یه گزینه موند، گزینه دو موندش. بچه ها معمولا من هر کجا که رد گزینه میکنم توی اولین تست نصف بچه ها متوجه نمیشن چیکار کردم. خب اصلا عجله نکنید. الان بچه ها تست دو، تست سه، تست چهار، تست پنج اینقدر برات انجام میدم تا رد گزینه رو یاد بگیرید. ببین اول دنبال عددی میگردی که توی دو تا گزینه هست،
بعد که دوتا گزینه رد شد دنبال عددی میگردی که تو یک گزینه هست. یعنی اول باید دوتا نقطه توپر داشته باشی، بعد که دوتا گزینه رد شد یه نقطه توپر. الان یک سوال دیگه من میگم، بچه هایی که متوجه نشدن اصلا استرس نگیرن، فقط گوش بدن، دقت کنن. خب دانش آموزای گل من، خارج از کشور 98 رو میخوایم با هم دیگه حل کنیم. اینا تستا تستای تالیفی نیست، همه تستای استاندارد، تستای شناسنامه دارن. بچه ها لطفاً به گزینه ها نگاه کنید. من این پایین گزینه ها رو رسم کردم. لطفاً یک عدد بگین که در دو تا گزینه هست، ببینم چند میگید. منتظرم جواب بدید. یه عده میگن 0، درسته. فاطمه میگه 3، درسته. باریکلا فاطمه. دیگه چی؟ خب یکی از بچه ها میگه 1، بازم درسته. آفرین بابا، شما حرفه این دیگه، همه تون کارین. خیلی خوب بچه ها، اگر موافق هستید عدد 0 رو بدیم. بعد بعضی میگن استاد چرا عدد 0 رو دادین؟ چون عدد 0 بین منفی 1 و 1 اینجاست. نه نه بچه ها، 0 نمیشه داد. 0 راستی تو 3 تا گزینه است. نگاه کنید بچه ها. نه نه 0 نمیشه. بچه ها گفتم عددی باید بدین که تو دو تا گزینه باشه. اگه موافقین 1 رو بدیم. 1 بچه ها، 1 رو بدیم. 0 خوب نیست، 1 رو بدیم. خب بعد بعضی میگن استاد چرا 1 رو دادین؟ نگاه کنید، 1 توی این گزینه 3 هست و توی گزینه 4 هست، توی گزینه 2 و گزینه 1 نیست. بچه ها دقت کنید، اینجا 1 بازه، 1 بازه. وقتی حفره داره یعنی 1 توی این گزینه نیست. اگه اینطوری پررنگ باشه یعنی 1 تو گزینه هست. خیلی خوب، پس بچه ها من اولین عدد، عدد 1 رو انتخاب کردم. حالا بچه ها تا ثانیه های دیگر کنار عدد 1، کنار عدد 1 یا باید تیک بزنم بگم درسته، یا قین بزنم بگم غلطه. الان ببینیم چه اتفاقی میفته. لطفا همه دقت کنید، همه دقت کنید، همه دقت کنید. بچه ها عدد 1 رو من برم بدم. خب 7 منهای 8 میشه منهای 1. پایین 1 بدم میشه 1 منهای 1، میره منهای 2 میشه منهای 2. خیلی خوب بچه ها، منها با منها اگه بره میشه 1/2 دیگه. من منفی ها رو با عزتون میزنم دیگه. 1/2 بزرگتر از عدد 1 اینجا بدیم میشه 1، پایین اگه 1 بدیم منهای. خیلی خوب، حالا بچه ها به من بگین آیا عدد 1/2 بزرگتر از منفی 1؟ درست یا غلط؟ یک کلمه بگین، درست یا غلط؟ باری کلا درسته، درسته. بچه ها سریع برین نقطه توپوری که تو گزینه ها انتخاب کردین بگین 1، مژده بدین 1 درسته. بچه ها وقتی 1 درسته یعنی این دوتا گزینه پایین جوابند، درست شد؟ این دوتا گزینه پایین جوابند. وقتی این دوتا گزینه جوابند دیگه یعنی گزینه 1 و 2 رو باید ردش کنید. بچه ها دیگه به گزینه 1 و 2 کاری نداریم، گزینه 1 و 2 رد شدن. بعد بچه ها من گزینه هایی که باقی میمونن برای شما پررنگ میکنم که ببینید. بچه ها حالا بین این دوتا گزینه زرد، بچه ها تأکید میکنم بین دوتا گزینه زرد، یک عدد بگو که فقط تو یک گزینه باشه، دیگه دوتا پررنگ نباشه، یکی. ببینم چند میگی. خب باریکلا 3، درسته. 3 همه دارن 3 رو میگن. خب 3 رو میگن، درسته. 4 بچه ها، 4 درسته یا نه؟ یه دست بچه ها 4 میگن. بچه ها اگه دقت کنید 4 اینجا نیست، اینجا هم نیست. نباید 4 رو بگین، نباید 2 رو بگین. بچه ها 2 توی، بچه ها نگاه کن، هم تو اینجا 2 خالیه، هم تو اینجا 2 خالیه. پس 2 به درد نمیخوره. باید یک عددی بگین که تو یک گزینه هستش، تو یک گزینه نیستش. خب که همون 3 که بچه ها گفتین عالیه. خب حالا نگاه کنید، من میام 3 رو پررنگ میکنم. بچه ها نگاه کنید 3 رو پررنگ. بچه ها ازتون یه سوال میپرسم جواب بدین. اگر 3 درست بشه جواب گزینه چنده؟ بگین. اگه 3 درست بشه گزینه 3. باریکلا فرهاد، باریکلا عسل، باریکلا آتیه. خب حالا سوال، اگه 3 غلط بشه جواب گزینه چنده؟ گزینه 3 رده، گزینه 4. خب پس فرق نمی کنه چه 3 درست بشه چه 3 غلط بشه، ما به گزینه مورد نظرمون میرسیم. خب بچه ها بریم نگاه کنیم 3 چی شد. بریم نگاه کنیم 3 چی شد. بچه ها 3 رو میدیم، 7 3 تا 21 منهای 8 میشه 13. خب 9 منهای 5 میشه 4. بزرگتر از اون ور 3 میدیم میشه 3 به 1 میشه 3. بعد بچه ها لطفاً تقریب زدن هم یاد بگیرید. بچه ها قبول دارین 12 4 3 12 4 3
پس قطعاً بچه ها 13 چهارم یه چیزی بیشتر از 3. مثلا من تقریبا میگیرم 3 و 1 دهم. خب حالا بچه ها به من بگین آیا این رابطه درسته یا غلطه؟ 3 و 1 دهم بزرگتر از 3؟ بله درسته. خب حالا بچه ها همه من بگین وقتی درست شد یعنی عدد 3 من، بچه ها بگین عدد 3 من درسته، تیک میخوره کنارش. خب بچه ها جواب کدوم گزینه است؟ گزینه 3. دیدیم اول دیدیم عدد 1 درست شد، گفتیم عدد 1 تو گزینه 3 و 4. بعد اومدیم بین گزینه 3 و 4 باز عدد 3 رو دادیم، دیدیم عدد 3 هم درست شد، پس جواب شد گزینه 3. بچه ها پس قانونش اینه، اولین x دو تا نقطه باید پر رنگ بشه، x دوم یک نقطه باید پر رنگ بشه. به این ترتیب رد گزینه می کنیم. فکر می کنم تا اینجا از بچه ها از اون 50% که ممکنه سوال رو نفهمیده باشن یه 25%شون فهمیدن چی شد. اونایی که فهمیدن عدد یک رو بفرستن. بله بله اول دو نقطه. خب حالا اونایی که نفهمیدن عدد دو رو بفرستن. عدد دو. خب یه نفر. اوکی اوکی. خب بچه ها دو نفر شدین. خب اوکی بچه ها این دو نفری که متوجه نشدن همچنان باشن، ما همین تو تا آخر کلاس و جلسه آینده مرتب میایم سوال رو رد گزینه میکنیم از رو گزینه ها، گزینه ها رو رسم میکنیم، اول عددی پیدا میکنیم که تو دوتا گزینه است، بعد عددی پیدا میکنیم که تو یک گزینه است. خیلی راحت بچه ها به گزینه مورد نظر میرسیم. نگران نباشید، نگران نباشید. خب حالا بچه ها میخوام بریم یکی از نکات فصل یک رو بهتون بگم. لطفا همه با دقت بچه ها این چیزی که میگم رو گوش بدید. همه با دقت. بچه ها اگه یادتون باشه توی فصل یک من گفته بودم یک سهمی اگه کاملا بالای محور X باشه. اصطلاحاً بچه ها میگیم این سهمی ما همیشه مثبته. بعد بچه ها برای که سهمی همیشه مثبت باشه دو تا شرط بود، یکی این که دلتا منفیه، یکی بود که آ مثبته. اینا رو تو فصل یک گفتم. حالا میخوام سوال بپرسم ببینم کیا بلدن. بچه ها این شکلی که براتون کشیدم چرا دلتاش منفیه؟ لطفا تایپ کنید چرا دلتاش منفیه. همه جان کولر رو کم بزن. چرا دلتاش منفیه؟ باری کلا به خاطری که محور ایکس رو قطع نکرده. بچه ها نگاه کنید اگه سهمی ما محور X رو قطع کنه دلتاش مثبته. خب بعد سال بعدی چرا آش مثبته؟ بگین چرا آش مثبته؟ به خاطری که باری کلا بازم درست گفتین، به خاطری که دهانه سهمی به سمت بالا باز میشه. پس دقت کنید بچه ها اگه به ما بگن یه سهمی همیشه مثبته سری میگیم دلتا منفی آ مثبته. که به ما بگن یه سهمی همیشه منفیه میشه دلتا منفی آ منفی. بعد اینا رو بچه ها چون تو فصل قبل گفتم دیگه فقط یکیشو اینجا توضیح دادم، بقیهش فقط نکتهش رو میگم. بچه ها اگر به ما گفتن یه عبارت همیشه بزرگتر مساوی صفره، اگه دقت کنید بچه ها فرق این با اولی اینه که اینجا مساوی داره، ببین اینجا نداره. بعد اگه اینو گفتن بچه ها باید بگین دلتا کوچکتر مساوی صفر آ مثبت. اینجا هم باید بگین دلتا کوچکتر مساوی صفر آ منفی. بچه ها این چهار تا نکته نکات فصل یکن. اگر به ما گفتن سهمی میخوای مثبت باشه از این نکته میرید، اگه گفتن سهمی میخوای منفی باشه از این میریم، اگه گفتن سهمی میخوای مثبت یا صفر باشه از این میریم، اگه گفتن سهمی میخوایم منفی یا صفر باشه از این میریم. خب حالا بچه هایی که اینو از فصل یک یادشونه عدد یک رو ارسال کنن. عدد یک. خیلی بچه ها اگه بخوام توضیح بدم که آقا چرا اینجا دلتا رو مساوی گذاشتم، بچه ها باید برم کل فصل یک بحث نمودارهای سهمی رو بهتون بگم، یه 20 دقیقه بگم دیگه. بچه ها رجوع کنم به سهمی توی فصل یک، اینا دلیل این نکات رو اونجا گفتم. خب حالا گوش بدید، حالا گوش بدید بچه ها. یه سوال دارم. سوال اومده گفته که اگر برای هر عدد حقیقی، بچه ها دقت کنید هر عدد حقیقی، بعضی موقع تو کنکور میگن همیشه، بعضی موقع میگن هر عدد حقیقی، بعضی موقع میگن همیشه. گفتن اگر برای هر عدد حقیقی
نامعادله ما برقرار باشد حدود ام کدام است؟ خب بچه ها لطفا با دقت گوش بدین، با دقت بچه ها. یه دانش آموز زرنگ به من بگه این عبارت توی مخرج دلتاش چیه؟ دلتاش مثبت یا منفیه؟ لطفا حساب کنید بچه ها. دلتا میشه به دو منهای چار تا آسه آسه. خب وای وای وای، شد یک منهای چند؟ 56. بچه ها دلتا منفی شد، دلتا منفی شد. بعد بچه ها آ منفیه دیگه، نگاه کن آ منفی، همه دقت کنید آ منفیه. خب حالا دانش آموزای زرنگ بگن اگه دلتا منفی آ منفی کدوم نکته است؟ بچه ها این نکته اینجاست، نگاه کن. دلتا منفی آ منفی یعنی سهمی ما همیشه منفیه. خب پس دقت کنید، دقت کنید. الان من میگم این سال از اون سال فهمیدنیه بچه، خیلی باید دقت کنید. پس من اینطوری میگم، میگم آقا عبارتی که توی مخرجه چون دلتاش منفیه آش منفیه، این همیشه چیه؟ همیشه منفیه. خب این در اومد. خب حالا یه سوال میپرسم، دانش آموزه زرنگ جواب بدن. بچه ها یه کسر داریم که مخرجش منفیه، لطفا دقت کنید. یه کسر داریم که مخرجش منفیه، برای که بفهمید مثلا من یه منفی 5 میذارم. بعد طراح اومده گفته جواب آخر کوچکتر مساوی صفره. بچه ها جواب آخر کوچکتر مساوی صفره، به نظر شما صورت چی بوده؟ بگم کی میگه جواب آخر کوچکتر مساوی صفره، صورت چی بوده به نظر شما؟ صورت یا مثبت بوده یا صفر بوده. باری کلا. برای چی بچه ها؟ اگه صورت مثبت باشه، مثبت در منفی میشه منفی دیگه، قبوله؟ اگه صورت بچه ها صفر باشه، صفر به روی هر عددی تقسیم بشه میشه صفر. پس بچه ها این سوال از اون سوال سخت آزمونه آزمایشیه، معمولا تو کانون و گزینه دو اینا میاد. میگیم چون مخرج منفیه، صورت باید مثبت یا صفر باشه. بچه ها چون دقت کنید مثبت به منفی میشه منفی، صفر به منفی میشه صفر. بچه هایی که فهمیدن صورت مثبت یا صفر باید باشه، عدد یکو بفرستن. اونایی که فهمیدن صورت مثبت یا صفر. خب حالا بیایم اینجا بچه ها، شرط این که یک سهمی مثبت یا صفر باشه اینه، اینه، نگاه کن دارم ستاره میزنم. ببین شرط این که سهمی مثبت یا صفر باشه اینه، پس باید دلتاش کوچکتر مساوی صفر و آش مثبت باشه. بچه ها دقت کنید، باید باید این عبارت، این عبارت دلتاش کوچکتر مساوی صفر و آش مثبت باشه. بچه ها این سوال چون سوال استدلالیه، یعنی شما باید مخرج رو جدا حساب کنید، صورت رو جدا حساب کنید، علامت ها رو در هم ضرب کنید. جز سوالایی که توی آزمون آزمایشی 1% شاید تو کشور جواب بدن، ولی الان ما موفق شدیم بفهمیم که آقا صورت بزرگتر مساوی صفر. پس خب حالا بچه ها بریم سراغ حل. بچه ها شرط اول اینه که آ مثبت باشه. خب آ اینه دیگه، این آیه دیگه. پس بچه ها ام ما باید مثبت باشه، این شرط اول. شرط دوم اینه که دلتای ما کوچکتر مساوی صفر باشه. بچه ها اگه دقت کنید دلتا فرمول چیه؟ هست به دو، به دو بچه ها میشه 9 منهای 4 تا آسه، میشه منهای 4m در 1. باید چی باشه؟ باید چی باشه؟ کوچکتر مساوی صفر باشه. خب بذار پاک کنم که قاطی نشه. خب حالا از اینجا چی میشه؟ میشه منهای 4m کوچکتر مساوی منهای 9. بچه ها به نظر شما جهت نامعادله عوض میشه؟ جهت نامعادله به عدد منفی تقسیم کنیم، باری کلا شادی، باری کلا مشکان، عوض میشه، میشه m بزرگتر مساوی منهای 9 به منهای 4، میشه 9 چارم. خب حالا دانش آموزای گل من بگین در تمام ریاضیات بین جواب ها باید چی بگیریم؟ بین دوتا جواب بگو بینم اشتراک باید بگیریم. پس اگر بچه ها بین جوابامون اینجا این دوتا بین جوابامون اشتراک بگیریم، از اون برم میگه بیشتر از 0، اونم میگه بیشتر از 9 چارم. خب بچه همون بیشتر از 9 چارم میشه دیگه، این بیشتر از 0 بازه، این بزرگتر مساوی 9 چهارمه. خب بالاخره همون بزرگتر مساوی 9 چهارم میشه. بچه ها این سوالی که من براتون حل کردم چون هم یه سهمی تو صورت داره هم یه سهمی تو مخرج داره، جز سوالای سخته.
کیا این سوال سخت رو فهمیدن؟ هر کی فهمید بگه من. هر کی فهمید باره کلا فراد، آیسان، مریم، کیانا، مینا، مژگان، باره کلا. خب حالا بچه ها اگه کسی توی این کلاس این سوال رو متوجه نشد، خب اول از همه بره این چهار تا نکته رو حفظ کنه، بگه آقا سمی اگه گفتن مثبت اینه شرطش، اگه گفتن منفی اینه، اگه گفتن مثبت یا صفر اینه، اگه گفتن منفی یا صفر اینه. این چهار تا رو بچه ها یاد بگیره، با توجه به این چهار تا حل کنه. به عنوان مثال، به عنوان مثال الان این سوال رو بچه ها دقت کنید، این سوال رو دقت کنید همه با دقت. سوال گفته به ازای کدام مجموعه مقادیر آ هر نقطه از نمودار تابع بالای محور ایکس است. بچه ها یه بار دیگه میگم، بالای محور ایکس است یعنی چی به زبان فارسی؟ باریکلا فاطمه، باریکلا. بالای محور ایکس است یعنی همیشه مثبت است. احسن، این جمله یعنی همیشه چیه؟ مثبت است. خب بعد قرار شد بچه ها این نکات رو حفظ بشین، نگاه کن، قرار شد نکات رو حفظ بشین. خب اگر یه سهمی بخواد همیشه مثبت باشه دو تا شرط داره، دلتا منفی، آ مثبت. بعد خیلی راحت بچه ها میاد دو تا شرطشو میرید و سوال حل میشه. نگاه کن، نگاه کن، گفتیم دلتا منفی، آ مثبت. بچه ها این آ منظورمون همون ضریب ایکس دو دیگه، انگار این، نگاه این آ که الان اینجا گفته آی منهای یک، آی منهای یک مثبت یه جواب داده، بعد دلتا منفی هم حل کردیم، آخر بین جوابا اشتراک گرفتیم. بچه چون اینا همه مربوط به فصل یکه، کلا سهمی همیشه مثبت همیشه منفی، اینجا بچه من فقط مرور کردم، فقط مرور کردم. برای همین اگه کسی این سوالا رو متوجه نمیشه باید بره فصل یکو بخونه. اینجا فقط این سه تا اسلاید مرور نکات فصل یک بود. خب بچه‌هایی که متوجه شدن عدد یکو بفرستن، اونایی که متوجه نشدن بعد از اینکه فصل یکو خوندن، بچه ها حتما اگه متوجه نشدید تو گروه رفع اشکال از من سوالا رو بپرسین، من کنارتون هستم بچه ها، نگران نباشید. خب حالا بچه ها اینجا رو گوش بدین، اینجا گوش بدین، اینجا رو گوش بدین. بچه ها اگه یادتون باشه یا جلسه قبل نبودن سر کلاس بگن من. خیلی اینا نبودن، آره خیلی بذارید بچه ها من برای دوستاتون که جلسه قبل نبودن یک سال از جلسه قبل رو حل کنم، این بچه ها دیگه خیالشون راحت باشه. خب یه لحظه گوش کنید، یه لحظه گوش کنید بچه ها به من بگین، به این سوالایی که علامت کوچکتر بزرگتر داره بهشون میگن نامعادله. الان بچه ها من یک نامعادله نوشتم. خب حالا گوش کنید، اگر بچه ها بخواید یه نامعادله رو از روش تشریحی برید، بچه ها این درس جلسه قبلها، فقط به خاطر بچه هایی که نبودن دارم دوباره میگم، شما چیکار میکنید بچه ها؟ اول نامعادلتون باید استاندارد باشه. بچه ها مرحله اول باید نامعادلتون استاندارد باشه. استاندارد یعنی بچه ها همه یک طرف باشه، اونور مثلا باشه کوچکتر از صفر یا بزرگتر از صفر، به میگن استاندارد. مرحله دوم به دست آوردن ریشه ها بود. خب بچه ها منتظرم جواب بدید، ریشه این چه عددیه؟ زود بگو، ریشه مخرج چنده؟ باریکلا منفی 5. احسن، احسن. بچه ها ریشه صورت چه عددیه؟ ریشه صورت چنده؟ 1. احسن. حالا بچه ها من جلسه قبل گفتم اگه پرانتز ما توان 2 داشته باشه اون ریشه، ریشه چیه؟ کی یادشه؟ باریکلا مبینا، باریکلا فراد. بچه ها ریشه مضاعفه، چون اینجا توان 2 داره این ریشه همون مضاعفه، پس یادتون باشه مضاعف. بعد بچه ها ریشه این پرانتز دیگه چیه؟ اگه نگاه کنید منهای x2 به اضافه 4 رو مساوی با 0 بذارید، x2 میره اونور میشه x2 میشه 4، بعد جذر بگیرید x میشه مثبت منفی 2. اینا رو دیگه بچه ها باید بتونید ذهنی برید، مثبت و منفی 2. بعد بچه ها من جلسه قبل دقت کنید، جلسه قبل گفتم بچه ها ریشه ها رو داخل یک جدول میذارید، دقت کنید. پس مرحله دوم ریشه بود، مرحله سوم جدول بود، دقت کنید. بچه ها من ریشه ها رو داخل یک جدول میذارم گنده از منفی تا مثبت بی‌نهایت.
بعد به ترتیب میگم اولین ریشه منهای پنجه، ریشه بعدی منهای دوه، ریشه بعدی چنده بچه ها؟ یکه. ریشه بعدی مثبت دو. خب دانش آموزایی که جلسه قبل بودن بگن برای ریشه های صورت علامت صفر میذاشتیم، صفر اینجا، صفر اینجا، صفر. اما برای ریشه مخرج علامت چی میذاشتیم؟ همه بگین باریکلا لیلا، علامت تعریف نشده میذاشتیم. احسن. بعد بچه ها چی میگفتیم؟ میگفتیم علامت اول 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 میره آخر آخر آخر. بچه ها کیا یادشون این نکته؟ هر کی یادشه بگه من. علامت اول اول اول. خب حالا نیا کنید چطوری؟ بچه ها اگه دقت بکنید اولین پرانتز ضریب ایکسش مثبته. بچه ها پرانتز دوم ضریب ایکسش چیه؟ همه جواب بدین این ضریب ایکسش چیه؟ بچه ها بگین منفیه، باریکلا. بعد اون پرانتز تو مخرج هم بچه ها ضریب ایکسش مثبته. خب حالا بچه ها اگه این علامت ها رو در هم ضرب کنیم چی میشه؟ همه بگین علامت میشه منفی، باریکلا، علامت میشه منفی. خب حالا دانش آموزای گل من جواب بدین کدومی که از این ریشه ها ریشه مضاعف بود؟ بگیم اینم کدومی که مضاعف بود؟ یک. پس بچه ها حتما دور یک دایره میزنید بالاش مینویسین مضاعف. خب حالا قانون اینه اگر از ریشه ساده رد شدی علامت رو عوض کن، علامت رو عوض کن. اگر از ریشه مضاعف رد شدی عوض نکن. بچه ها نکن مثبت بود دوباره مثبت نمیشن. باز از ساده رد شدی عوض کن، از ساده رد شدی عوض کن. اگه دقت کنید علامت ها همه یکی در میون عوض شده به جز ریشه های مضاعف. بچه هایی که یاد گرفتن یا یاد داشتن عدد دو رو بفرستن، عدد دو، باریکلا. خب بعد که بچه ها حساب کردین حالا بیاین جواب آخر رو بگین. بچه ها اگه دقت کنید کوچکتر مساوی صفر یعنی منفی ها جوابه، اینجا منفی جوابه و صفر را، پس اینجا هم جوابه، اینجا هم جوابه، اینجا هم جوابه. یعنی جواب ما میشه چی؟ دقت کنید یه قسمت میشه از منهای پنج باز تا منهای دو بسته، دیگه میشه از دو بسته تا بی نهایت. بچه ها به نظر شما تموم شد همین دوتا تیکه جوابه؟ همین دوتا تیکه جوابه؟ نه بچه ها اگه دقت کنید این تیکه جوابه، این تیکه هم جوابه، اما خود عدد یکم بچه ها چون اینجا مساوی داریم دیگه خود عدد یکم جوابه، پس میگیم اجتماعش با عدد یک، اجتماعش با عدد یک. خب بچه هایی که کلن درس جلسه قبل واسه شون مرور شد عدد دو رو بفرستن. خب دیدین مرور شد. حالا بچه ها یه نکته محشر میخوام بهتون بگم، همه دقت کنید. بچه ها اگه آماده این بگو آمادم. یه نکته محشر بگو آمادم. خب حالا نیا کنید، حالا نیا کنید. بچه ها اگه دقت بکنید تو این سوال اومد نامعادله رو داد به تو، گفت تو نامعادله رو حل کن. دقت کن نامعادله رو داد به تو، گفت نامعادله رو حل کن. حالا بچه ها بعضی موقع در کنکور میان برعکس، میان بچه ها این جواب آخر رو به ما میدن یا این جدول رو به ما میدن. همه دقت کنید، همه دقت کنید. دانش آموزای گل من همه به جدول نگاه کنید، سوالای منو جواب بدین، سوالای من جواب بدین. بچه ها شما وقتی به جدول نگاه میکنید به معنی که منهای پنج رو میبینید زیرش میبینید نوشته تعریف نشده، نتیجه میگیرید که منهای پنج ریشه کجا بوده؟ ریشه کجا بوده؟ مخرج، باریکلا. بعد بچه ها منهای دو زیرش یه صفر گذاشته، یعنی ریشه کجا بوده؟ ریشه کجا؟ صورت، باریکلا. یکم ریشه صورت، دو هم ریشه صورت. دیدین چه جالب؟ یعنی اگه جدول رو به دادن باید بفهمی اون اعداد تو جدول ریشه های صورت یا ریشه های مخرج. خب یه دانش آموز زرنگ بیا جواب بده، خیلی مهمه، با دقت جواب بده. یه دانش آموز زرنگ. بچه ها اگر شما تو جدول متوجه بشین که علامت اطراف یک تغییر نکرده، قبل و بعدش علامت مثبته، نتیجه میگیرید که یک ریشه چی بوده؟ باریکلا، باریکلا. حالا میخوایم با همدیگه بریم یک تست کنکور رو حل کنیم. بچه ها همه نگاه کنید، سوال گفته جدول تعیین علامت این عبارت به فرم زیر است. بچه ها همه جواب بدید، زیر منهای 4 نوشته صفر،
یعنی منهای چهار ریشه کجاست؟ همه جواب بدین. منهای چهار ریشه کجاست؟ ریشه صورته. ببینم بچه ها درست نوشتن؟ باریکلا باریکلا. بچه ها زیر عدد یکم نوشته صفر، یعنی یکم ریشه کجاست؟ یکم ریشه کجاست؟ صورته. حالا یه سوال، زیر عدد سه نوشته تعریف نشده، یعنی ریشه کجاست؟ آها آها بچه ها، عدد سه ریشه مخرجه. پس دقت کنید، اگه صفر بگه ریشه صورت، اگه تعریف نشده بگه ریشه مخرجه. خب حالا دقت کنید بچه ها، اگه دقت کنید اطراف سه علامت قبلش هم مثبته بعدش هم مثبته، این چه معنی داره برای شما؟ چه معنی داره براتون؟ آفرین، ریشه مضاعفه. یعنی بچه ها سه ریشه مخرجه و مضاعف هم هست. خب تموم شد. بچه هایی که این سه تا نکته رو فهمیدن که منهای چهار ریشه صورته، یک ریشه صورت، سه ریشه مضاعف مخرجه، عدد یک رو بفرستن. کسی که فهمیدن خب دمتون گرم بچه، دمتون گرم. خب حالا نگاه کن من چی میگم. من میگم اگر منهای چهار توی صورت گذاشته بشه باید صفر بشه، چون همه میدونیم بچه ها ریشه یعنی صفر بشه. بچه ها منهای چهار بذارید، منهای چهار به توان دو میشه 16 آ، منهای چهار در ب، منهای چهار به منهای هشت، بچه ها باید صفر بشه. این رابطه اول. خب حالا رابطه دوم، اگر بچه ها عدد یک در صورت گذاشته بشه باید صفر بشه. ببین یک رو بریم بذاریم، یک ضرب در آ میشه آ به اضافه ب منهای هشت، باز هم باید صفر بشه. بچه ها اگه گفتین آ و ب رو چطوری در بیاریم؟ از روی دستگاه دیگه، نه در دستگاه. خب اگه موافقین بچه ها رابطه بالا رو به چهار تقسیم کنیم، میشه چهار آ منهای ب منهای دو، برو بر بشه دو. بعد رابطه پایین هم میشه آی به اضافه ب میشه چند؟ هشت. خب بچه ها دوتا رابطه رو اگه جمع کنیم چی میشه؟ میشه پنج آ، پنج آ شده چند بچه ها؟ بگین ده. بچه آ چند در اومد؟ آ در اومد دو. قبوله؟ باریکلا. خب اگه آ رو دو بذاریم، وقت آ که دو یعنی به شیشه دیگه، به شیشه. این هم از این. خب حالا میخوام یه نکته بگم بچه ها، اینو خواهشن دقت کنید، خواهشن. بچه ها من در جلسه قبل گفتم هر وقت یک عبارت ریشه مضاعفه، حتما اون عبارت باید توان چی داشته باشه؟ بگو ببینم، اگر ریشه مضاعفه توان چی باید داشته باشه؟ توان دو. باریکلا. دم همتون گرم بچه ها. بچه ها پس من نتیجه میگیرم مخرج من حتما باید در سه ریشه مضاعف داشته باشه. بعد حالا بچه ها اگه بگم مخرج در چهار ریشه مضاعف، سری میگید x منهای چهار به توان دو، مخرج توی 12 ریشه مضاعف داره، میگید x منهای 12 به توان دو. دیدین؟ خب حالا بچه ها من بیام اینو بازش کنم، دقت کن، من اینو بازش کنم، بریم، میشه اولی به توان دو، دو برابر اولی در دومی، دومی به توان دو. خب حالا دانش آموزای گل من جواب بدین، همه جواب بدین درست. بچه ها این کای آخر چند در اومد؟ همه بگین کا چند در اومد؟ نو. باریکلا. خب دی چند در اومد؟ دی هم درست میگید؟ دی در اومد؟ باریکلا، منفی 6. احسن. پس بچه ها کا در اومد نو، دی در اومد تمام. یعنی بچه ها چه سوال سختی رو با هم حل کردیم، و این حلش از روی فهمیدنشه. اگر ریشه بچه ها اینجا صفر بود ریشه صورته، اگه تعریف نشده بود ریشه مخرجه. پس منفی 4 و 1 رو گذاشتم تو صورت مساوی با 0 گذاشتم، به جای x یه بار منفی 4 گذاشتم، یه بار به جای x 1 گذاشتم. بعد بچه ها اگه ریشه مضاعف دیدین یادتون نره که حتما باید توان 2 بذارید. توان 2 رو گذاشتم، باز کردم، دقیقا این با x2 به اضافه dx به اضافه k تطابق دادم، d و k در اومد. بچه‌ای که این سوال فهمیدن عدد 1، عدد یک. خب جمع آ به دیکا چند میشه؟ دو شیش هشت دو فکرم 11 میشه دیگه، جمع چهار تا مجهول
11 میشه. خیلی خوب، خدا رو شکر که تونستیم این سوال حل کنیم. بچه ها این سوال هم حل شده است. رسیدیم به اول دامنه. خب بچه ها بریم یک استراحت کوچیک بکنیم. موافقین یه استراحت بکنیم تو اول دامنه؟ خیلی خوب. بچه ها فقط 5 دقیقه. الان 5 دقیقه استراحت بکنیم. برگردیم پرقدرت دامنه رو بچه ها با هم دیگه کار کنیم. برید سریع بچه ها چند تا نفس عمیق، چند تا حرکت ورزشی، یه لیوان چایی، پرقدرت برگردیم. خب بریم سراغ دامنه. بچه ها از اینجا داریم یواش یواش وارد بحثای 12 میشیم. یکی از بحثایی که بچه ها تو تابع 12 هست همین مبحث دامنه است که بچه ها دامنه 10 11 رو در واقع باید بلد باشین بعد وارد دامنه 12 بشین. خب لطفا همه بچه ها با دقت گوش بدین. بچه ها یه نفر به من بگه من یه تابع دارم، تابع رادیکال ایکس. دقت کن، تابع رادیکال x. بچه ها به من بگین اگه xشو 4 بدم y چند میشه؟ همه جواب بدین. 4 بدم y میشه 2. باریکلا. حالا اگه x و بچه ها منهای 3 بدم y چند میشه؟ x و منهای 3 بدم. آفرین، همه تون جواب میدید y نداره، غلطه. به خاطر اینکه بچه ها زیر رادیکال نمیتونه منفی بشه، نه این غلطه. بعد حالا بچه ها یه نکته ساده میگم همه به ذهنتون بسپارید. بچه ها اگر یک ایکسی رو داخل تابع بذارید و به شما یک ایگرگ بده، به این ایکسه میگن دامنه، به این ایگرگه میگن برد. بچه ها دامنه آنچه که وارد میشه، برد آنچه که میاد بیرون، آنچه که خارج میشه. حالا دانش آموزای گل من بگید آیا عدد منهای 3 جزء دامنه تابع است؟ هست یا نه؟ نه. خب پس بچه ها معنی دامنه رو جلوتر هر وقت ازتون پرسیدن باید جواب بدین. دامنه یعنی؟ دامنه یعنی چی؟ دامنه یعنی ایکسی که مجاز هستیم به تابع بدیم، یا میتونیم به زبان ساده بگیم ورودی تابع. به زبان خیلی ساده دارم میگم. بچه ها دامنه یعنی ایکسی که مجاز هستیم به تابع بدیم یا ورودی تابع. بچه‌ای که یاد گرفتن عدد 2 رو بفرستن. عدد 2. خب حالا گوش کن، حالا گوش کن باری کلا. خب حالا گوش کن بچه‌ها، نگاه کنید، دقت کنید. توی دامنه 4 تا نکته بیشتر نداره. 1 مخرج، 2 رادیکال، 3 لگاریتم، 4 شکل. بچه ها 4 تا نکته رو میگم همین الان حفظ میکنید. همین الان نکته اول، هر کجا مخرج دیدین میگید مخرج ما باید صفر نشه. بچه ها همه میدونیم اگه مخرج صفر بشه تعریف نشده است، پس مخرج باید صفر نشه. نکته دوم، هر کجا رادیکال دیدین میگید عبارت زیر رادیکال باید، بقیه شما بگین بچه ها، بقیه شما بگین عبارت زیر رادیکال که بچه ها فرجش زوج ها، فرج فرد نه، باید بزرگتر یا مساوی صفر بشه. بچه ها هر دوتاش درست ها، هم بزرگتر هم مساوی صفر. خب بچه ها اینه که گفتن مثبت اشتباهی ها، فاطمه درست گفتی، معصوم درست گفتی، باید بزرگتر مساوی صفر بشه. اصلا خب نکته سوم، نکته سوم، بچه ها هر کجا لوگاریتم دیدین حتما باید عدد جلوی لوگ و عدد مبنا هر دوتا مثبت باشن. مثلا بگیم لوگ 5 در مبنای 3. پس دقت کنید جلوی لوگ مثبت باشه، مبنا هم مثبت باشه. اما یه سوال دارم بچه ها، مبنا یه عدد غیر قانونیه، یه عدد نمیتونه تو مبنا بره. کی یادشه چه عددی؟ باری کلا فاطمه، مارال، هانیه، باری کلا شادی. بچه ها مبنا باید 1 نباشه. یعنی آقا مبنا هر عدد مثبتی میتونه باشه به غیر از 1. آقا 2 باشه، 5 باشه، 2 دهم باشه، نمیدونم 1 دوم باشه، فقط 1 جون مادرت نباشی دیگه، هر عدد مثبتی به غیر از 1. خب بچه‌هایی که دامنه لوگو یاد گرفتن عدد 1 رو بفرستن بالا، مثبت پایین، مثبت
پایین یک نباشیم. خب حالا بچه ها کیا میتونن بگن دامنه شکل چیه؟ هر کی بلده بگه دامنه شکل چیه. آفرین بچه ها، دامنه شکل رو فقط باید از روی محور X بگیم، از روی محور X باید بگیم. مثلا الان من یه شکل برای شما کشیدم بچه ها، ابتدای شکل رو عمود میکنم میبینم دو میشه، انتهای شکل رو عمود میکنم مثلا فرض کنید بچه ها 9 میشه. بعد خیلی راحت میگم دامنه تابع میشه از 2 باز تا 9. بچه ها 9 باز یا 9 بسته؟ از 2 باز تا 9 بسته. احسن. خب بچه ها به شما 10 ثانیه فرصت میدم 4 تا کلمه رو حفظ کن: مخرج، رادیکال، لوگ، شکل. 10 ثانیه مهلت. مخرج، رادیکال، لوگ، شکل. حالا بچه هایی که حفظ کردن چهار تا کلمه رو بگم، من میخوام بنویسم. چهار تا کلمه رو بگو بگوینم. اولی چی بود؟ اولی چی بود؟ مخرج. دومی چی بود؟ دومی رادیکال، باریکلا. خب سومی چی بود؟ لوگ، لوگ. چهارمی چی بود؟ شکل، شکل. احسن. مخرج، رادیکال، لوگ، شکل. مخرج، رادیکال، لوگ، شکل. دمتون گرم. خب حالا بچه ها دقت کن، دقت کن. بچه ها الان به من بگید این رادیکاله فرجش زوج نیست، فرجش فرده، پس من بهش کاری ندارم چون فرجش فرده. خب حالا بچه ها جواب بدن این عبارت سینوس، این عبارت سینوس آیا مخرج رادیکال لوگ شکل داره؟ آره یا نه؟ نه، باریکلا. پس روی اینم خط میکشم. خب حالا به من بگین جسعی چی؟ قدر مطلق چی؟ این جسعی و قدر مطلق مخرج رادیکال لوگ شکل دارن؟ نه. پس روی اینا هم خط میکشم. بچه ها نتیجه، نتیجه خیلی موقع ها بچه ها در تستای دامنه عبارت هایی که به شما در صورت سوال میدن سرکاری هن. خب یه دانش آموز زرنگ بگه چیا سرکاری هن؟ هر کدام که بقیه شما بگین چه عبارتهایی در تستای دامنه سرکاری هن الکی داده در را. نه 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 کلی بگین. آفرین، یکی گفت، اکرم گفت، باریکلا، معصومه گفت، فاطمه گفت، شادی گفت، باریکلا. بچه ها هر چیزی به غیر از مخرج، رادیکال، لوگ و شک سرکاری. رادیکال فرج زوج ها، رادیکال فرد نه. خب حالا من چی میگم؟ من میگم بچه ها الان اینجا لوگاریتم داریم. بچه ها اگه یادتون باشه تو لوگاریتم گفتیم باید بالا و پایینش مثبت باشه. خب بچه ها پایینش که خدا رو شکر مثبته دیگه، دوه، فقط میمونه بالا. میگیم آقا بالای لوگ باید مثبت باشه. این از این. بعد از طرف دیگه بچه ها اینجا رادیکال داریم. خب بچه ها یه نفر بگه رادیکال ها زیرشون چی بودن؟ بگو ببینم. عبارت زیر رادیکال، به خود رادیکال کار نداریم، زیر رادیکال بزرگتر مساوی صفرن. حالا یه سوال میپرسم همه جواب بدن، همه بچه ها. تمام تستای دامنه بعد از این که مخرج، رادیکال، لوگ، شکل رو بررسی کردیم به چی تبدیل میشن؟ هر کی گفت به چی تبدیل میشن؟ به نامعادله، باریکلا، به نامعادله تبدیل میشن. برای همینه که بچه ها من اول کلاس اومدم بهت نامعادله رو درس دادم، الان دارم دامنه رو میگم. برای همینی که میگم بچه ها باید اول دهم یازدهم بهتون بگم بعد برم دوازدهم. الان مستقیم میومدم دامنه دوازدهم میگفتم تو نمیفهمیدی چون نامعادله رو نخوندی. خب حالا گوش کنی الان بچه ها، خدا رو شکر این که چی؟ بعد اینم بچه ها فکر کنم 1800 بار تا حالا تو فصل یک گفتم هر وقت نامعادله درجه دو دارین یه جدول میکشین ریشه های این عبارت رو در میارید که بچه ها یک و دوه، بعد میگید علامت خانه آخر، چون اینجا مثبته علامت خانه آخر رو مثبت میذاریم، بعد یکی در میون عوض میکنیم. بچه ها تو رو خدا دیگه نامعادله درجه دو رو بلد باشین. نامعادله درجه دو ریشه هاشو در میارید، علامت خانه آخر. خب حالا کجا قبوله؟ جایی که بزرگتر یا مساوی صفره. پس اینجا جوابه، اینجا جوابه، اینجا جواب، اینجا. خب حالا همه بگین در تمام ریاضیات بین جوابا چی میگیریم؟
بین جوابا اشتراک. باری کلا بچه هایی که اینقدر پایه هستن. بچه ها یه جواب داریم از دوی بسته به بعد. دقت کنید اینجا چون مساوی داره خود دو جوابا و از یک بسته به قبل، از دو به بعد یک به قبل، یه جواب اینطوری داریم. بعد یه جواب دیگه داریم بچه ها ایکس های بزرگتر از صفر، بچه ها صفر باز به بعد اینجا. خب اشتراکمون دو تیکه شد، یه تیکه شد اینجا، یه تیکه شد اینجا. یعنی یادمون باشه دامنه نهایی با چی به دست میاد؟ با اشتراک. خب اشتراکمون چی شد؟ شد صفر باز تا یک بسته اجتماعش با دو بسته تا بی‌نهایت. بچه هایی که فهمیدن از این ایموجی های هست دست میزنن، از اینا واسه خودشون بفرستن، واسه خودتون، واسه من نه، واسه خودتون چند تا از این دستا بفرستین. باری کلا. خب احسن احسن، خدا رو شکر همه دارن عالی ها. بچه این کلاس باور کنید اگه تو سر کلاس باشی، هر جلسه کلاس از یک کلاس خصوصی مثلا 1,000,000 تومانی ارزشش بیشتره، چون تو خونه نشستی با زیر شواری راحت، نه رفت آمد داری، نه حاضر شدن داری، نه ژل زدن و رژ لب زدن و از این کارا داری، صاف میای میشه سر کلاس کنکور، آن چیزی که میخوایم یاد میگیری تو کمترین زمان ممکن، بعدم میری تست میزنی. پارسال اساتید تهران ریاضی رو توی بچه‌ها تقریبا 90 جلسه 3 ساعته درس دادن. این شو فکرش بکنید، یعنی مثلا اصلا دیوانه میشه 180 جلسه، اما شما دارین در کمترین زمان ممکن تو 50-60 جلسه کل دهم 11 و 12 میخونید، هیچ وقتی هم ازتون گرفته نمیشه. تمام نکات هم که باید بلد باشی من کلمه کلمه بهتون میگم. دمتون گرم بچه، دمتون گرم. بچه‌هایی که نفهمیدن، بچه‌ها باید فیلم ضبط شده رو مجدد ببینن. خب خب حالا بچه ها یه نکته بهتون میگم دقت کن. بچه ها در تست های دامنه، تو رو خدا این نکته رو بلد باشین که تو آزمون قلمچی گزینه دو سوتی ندین. بچه ها در تست های دامنه ساده کردن حرام است. دقت کنین ساده کردن چی بچه ها بگین؟ حرام است. حالا الان میخوام بگم چرا. بچه ها من یه سوال دارم ازتون. الان ریشه های مخرج این کسره، یکی عدد صفره، یکی عدد منهای یک، قبوله؟ و توی دامنه گفتیم مخرجمون باید صفر نشه. حالا من یه سوال ازتون میپرسم، اگه یه دانش آموزی بیاد این عبارت رو با این عبارت ساده کنه و بچه ها سوال رو ساده کنه به این فرم در بیاره، الان شما به من بگین ریشه مخرجش چیه؟ ریشه مخرجش چیه؟ بگین منهای یک. خب حالا بچه ها به من بگین آیا دامنه این اولی با دامنه دومی یکیه؟ دامنه اولی با دومی یکیه؟ نه. خب چه نتیجه میگیرید؟ هر کس نتیجهش رو فهمید بگه. در تستای دامنه ساده کردن چی؟ همه تایپ کنید در تستای دامنه ساده کردن حرام. زیرا، زیرا، بیام کی میتونه بگه؟ زیرا، 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 بهترین جواب اینه، زیرا گند میزنی به دامنه. ببین اگر سوال رو ساده کنی گند میزنی به دامنه. خب مثلا مثلا الان یه دانش آموز بچه ها اومده رادیکال ایکس به توان دو رو ساده کرده نوشته ایکس، الان بچه ها مطمئن باشین گند زده به دامنه. چرا؟ چون اینجا سوال رادیکال داره ولی اینجا رادیکال نداره. بچه ها اینجا دامنش کل اعداد حقیقیه، اما اینجا دامنش باید زیر رادیکال مثبت باشه. دامنه های این دوتا تابه با هم دیگه فرق داره، پس شما نباید ساده کنی. خب حالا این پایین رو گوش کنید بچه ها، این پایین کنکور 99 سوال اومده بود، دقت کنید کنکور 99. بچه ها یادتونه توی فصل لگاریتم، همه دقت کنید، توی فصل لگاریتم معلم به شما میگفت در لگاریتم میتونید توان رو ببرید کجا؟ هر کی یادشه تایپ کنه. توان رو ببرین کجا؟ ببریم کجا؟ پشت. باریکلا باریکلا باریکلا. بچه ها من اومدم توان رو اینجا بردم پشت، یعنی سوال رو ساده کردم.
خب حالا یه دانش آموز بگه آیا گند زدم به دامنه؟ آره یا نه؟ بله. خب حالا میخوام اثبات کنم. بچه میخوام اثبات کنم. بچه برای اثبات یه تکنیک جالب بهتون یاد میدم گوش بدیم. بچه یادتونه گفتم جلوی لگاریتم حتما باید مثبت بشه؟ این یادتونه؟ گفتم جلوی لگ باید مثبت بشه. حالا یه سوال دارم بچه. الان عدد منهای یک جلوی این لوگ سمت راست رو منفی میکنه یا مثبت؟ چیکار میکنه؟ منفی میکنه. یعنی میکنه لوگ منفی یک. اما اگه منفی یک رو اینجا بذارید بچه ها، منفی یک به توان دو میرسه، میشه لوگ چی؟ میشه لوگ مثبت یک. خب بچه ها یه سوال میپرسم، تو رو خدا جواب بدین. منفی یک جز دامنه سمت چپی هست یا نیست؟ بگو ببینم. هست، اما جز دامنه سمت راستی بگو نیست. بنابراین اگر سوال رو ساده کنی دامنه رو گند میزنی. خب الان اینجا نیا کن، اینجا نیا کن بچه ها. این کسره اگه دقت کنید ریشه این مخرجه صفره، ریشه این مخرجه اینجا بچه ها. اگه دقت کنید خودش مخرجه کسگونده است. چنده بچه ها ریشهش؟ چنده ریشهش؟ دوه. حالا بچه ها یه دانش آموز اومده دور در دور کرده، نزدیک در نزدیک ایکس ها رو زده. الان بچه ها ریشه مخرج چنده؟ ریشه مخرج دوه. خب حالا من بگین با ساده کردن چیکار کرده؟ شما بگین با ساده کردن چیکار کرده؟ چی؟ گن زده به دامنه. احسن احسن. خب حالا بچه ها یه نکته کنکوری بهتون میگم، لطفا همه دقت کنید. نکته کنکوری، نکته کنکوری، تابع اف و ژ در صورتی، بچه ها توی بعضی از تستا میگن مساوی، توی بعضی از تستای کنکور میگن برابر، فرق نمی کنه. بچه ها تابع اف و ژ در صورتی مساوی یا برابر است که یک دامنه F با دامنه J یکی باشه. خب دو ایگرگ های هر دو یکی باشه. الان میگم ایگرگ ها یکی باشه. هر ایکسی بذاری ایگرگ های یکسان بدهد. خب الان توضیح میدم بچه ها یعنی چی. بچه ها همه جواب بدین، اولین شرط برای که دوتا تابع مساوی باشن اینه که چیاشون مساوی باشن؟ چیاشون؟ دامنه هاشون. آفرین آفرین. بچه ها دوستتون اینجا میگه برد، راست میگه، بردای یکسان. این به زبان ساده ها. بعضی چیزها رو بچه ها از نظر علمی غلطه، خب ولی من چون اثری در کنکورتون نداره دیگه نمیام خیلی ریاضیاتی و مثل این چیزایی که تو کتابای دانشگاهی بگم. خلاصه‌شو اون چیزی که درسته و تو کنکور به دردت میخوره من بهت میگم. گوش کن بچه‌ها، اولین شرط این که دو تا تابع مساوی باشن دامنه‌هاشون یکی باشه. خب حالا یه سوال، کدوم یک از چهار تا تابعی که الان دارید میبینید مساوین؟ الان این تابع آیا با این تابع مساویه؟ آیا این تابع با این تابع مساویه؟ این تابع با این تابع مساوی؟ آره هست یا نیستن؟ شما بگین کدوم یک از این چهار تا با هم مساوین؟ باری کلا معصومه درست گفت، حدیث هم درست گفت، سمانه هم درست گفت، مارال هم درست گفت، شادی هم درست گفت، هانی هم درست گفت. باری کلا هیچ کدام. احسن. چون بچه ها دیدین که دامنه این با دامنه این فرق داره. خب پس یه سوال، اگه دوتا تابع رو ساده کنیم دامنه شون به هم بخوره درست شد؟ اون دوتا تابع مساوی؟ بچه ها بذار یه چیز بگم، نتیجه اگر F را ساده کنیم و به J برسیم، به شرطی مساوی اند، بچه این مال دوازده همین نکته، که مطمئن باشیم. بچه بقیه جمله منو کامل کنید. اگر F و J رو ساده کنیم به شرطی مساوی اند که مطمئن باشیم که چی؟ باری کلا مارال، باری کلا مطمئن باشیم دامنه تغییر چی؟ نکرده. آفرین. خب حالا یه سوال،
بچه ها یادتونه که تابع لوگاریتم x2 وقتی دو رفت پشت شد دو تا لوگاریتم x. بعد بچه ها این دوتا مساوی بودن یا نبودن؟ سریع تایپ کن، مساوی نبودن. حالا بچه ها اگه من این توان رو فرد کنم مساوی میشن، مساوی میشن. چرا؟ به خاطر اینکه بچه ها دامنه اینم هست ایکسای مثبت، دامنه اینم هست ایکسای مثبت. چرا؟ الان بهت میگم. به خاطر اینکه عزیز من اگر ایکس به توان 3 بخواد مثبت باشه یعنی خود ایکس هم مثبت دیگه. بچه ها وقتی یه چیزی توان 3ش مثبته یعنی خودش هم مثبت دیگه. خب پس حالا یه سوال، الان میتونیم بگیم اف وجه مساوی هن؟ آره یا نه؟ بله، بارکل امید. بچه ها پسرها یکم جواب بدن بابا دیگه، همه دخترها جواب میدن. خب پسرها هم یه ترکتی بزنن دیگه. خیلی خوب بارکل. پس الان لوگاریتم x2 با دوتا لوگاریتم x مساوی نبودن، اما اگه این توان رو فرد کنم مساوی میشن. پس میگیم بچه ها الان تو اینجا نتیجه f و j مساوی هن. خب بچه ها یعنی من که اومدم سوال رو ساده کردم بس دامنه گند، بقیه شما بگین به دامنه گند زدم یا نزدم؟ نزدم، آفرین، به دامنه گند نزدم. خب خلاصه کلام، خلاصه کلام، وقتی میخوای تستای دامنه رو بزنی جون مادر سوال ساده نکن. وقتی میخوای تستای دامنه رو حل کنی جون مادر سوال ساده نکن. خب بچه ها انشالله بقیه دامنه رو جلسه آینده بگم، چون این 3-4 دقیقه دیگه ارزش گفتن نکات رو نداره. اینا لوگاریتم نیست، اینا لوگاریتم نیست، اینا تو دامنه دارم نکات لوگاریتم رو میگم. خیلی خوب، خیلی خوب بچه ها، برای خودتون یه دست و کف و جیغ و هورا بزنید برای خودتون. مرس مرس مرسی، خسته نباشین بچه ها، خدا قوت. انشالله ریاضی امسال رو میتر کنیم بچه ها، همه ریاضی رو باید برن برای یه درصد عالی. بریم بچه ها، بریم، خدا حافظ.